تقی زهوری محبوب ترین و دوست داشتنی ترین کمدین و بازیگر فیلم های ایرانی بود که بعد از 35 سال فعالیت هنری به طور ناگهانی تو سال 1349 خودش رو از کار بازنشسته کرد. ولی چرا؟ این عکس خداحافظی زهوری با سینمای ایران در کنار بعضی از هنرمندان مطرح زن اون دورانه که در آبان سال 1349 روی جلد مجله اطلاعات بانوان چاپ شد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. زهوری تو سال 1391 و در یک خانواده مذهبی توی شهر تهران به دنیا اومد. خانواده تقی زهوری پر جمعیت بودن. تقی 2 خواهر و 4 برادر داشت. مدتی به مکتب رفت و بعد هم که بزرگتر شد رفت پادگان اشرت‌آباد سربازی. بعد از تموم شدن سربازی هم توی وزارت دادگستری استخدام شد و این همزمان بود با شروع به کار هنرستان هنرپیشگی در تهران. تو اون ایام به دستور رضاشاه محلی برای ایجاد سالن اپرا و تئاتر شهر انتخاب شده بود که ساختش مدتی طول کشید. ولی خب بالاخره ساخته شد. ریاستش هم به آقای علی دریابیگی داده شد که خودش از هنرمندان و هنرشناسان معروف اون زمان بود. توی این محل سالونی هم برای تعلیم و تربیت هنرپیشه و بازیگر تئاتر در نظر گرفته بودن و توی اولین روزهای اعلام پذیرش داوطلب تقی در صف اول حاضر شد و نام نویسی کرد. زهوری بعدها تو مصاحبه درباره چگونگی آشناییش با سینما گفته اون موقع نه سینما به اندازه امروز زیاد بود نه کافتریا، فقط یه سینما تو خیابون اسماعیل بزاز بود به اسم تمدن که یکی از قدیمی ترین سینماهای تهرانه. می رفتیم اونجا و فیلم تماشا می کردیم. فیلم ها دوبله نبود، یه نفر وسط سینما راه می رفت و داستان فیلم رو تعریف می کرد. بعضی وقتا چون صدای گوینده خوب نمی رسید بعضی ها شیشکی می بستن و سوت می کشیدن و فریاد می زدن کمی بلندتر و ما حسابی می خندیدیم. تقی از هنرستان هنرپیشگی فارغ التحصیل شد و گواهینامه هنرپیشگیش رو هم از دست علی منصور نخست وزیر وقت گرفت. حدوداً 25 ساله بود که تو تماشاخونه های تهران کار تئاتر رو شروع کرد. قبل از دهه 20 تئاترها شکل مدرن امروزی رو نداشتن و بیشتر به شکل تئاتر روحوزی بودن. اولین نمایشی که با حضور زهوری به روی صحنه رفت مشهدی باد، بهلول، یوسف و زلیخا و خسیس بود. تو همین ایام پدر تقی از دنیا میره و سرپرستی خانواده رو تقی به عهده میگیره و کمی بعد با دختر یکی از اقوام به اسم احترام ظرفچی شیرازی ازدواج میکنه که حاصل ازدواجشون یه پسر و 2 دختر میشه. بعد از چند سالی کار کردن تو تماشاخونه سال 1328 بود که با شرکت تو فیلم واریته بهاری وارد کار سینما و فیلم‌های سینمایی شد. بعد از واریته بهاری و مشهدی عباس سینماگران اون زمان بازیش رو پسندیدن و همین باعث شد که بعدها تو سال 1336 زمانی که سیامک یاسمی و دکتر کوشان تصمیم گرفتن فیلم مشترک ظالم بلا رو تهیه کنن از زهوری هم دعوت کنن تا توی اون فیلم بازی کنه که با دلکش و ویگن توی اون فیلم هم بازی بود. توی این فیلم بود که روال بازی سینماییش مشخص شد و تونست یک کاراکتر مشخص ارائه بده، یعنی نقشه مرد هیز رو بازی کنه که دنبال زنا میفته و موسموس میکنه. ببینم خانم جون، یه عرض مختصری داشتم. بله آقا، فرمایشی بود. خیلی ببخشید اگه جسارت نباشه، میخواستم ببینم یه کار خوب شرافتمندانه با حقوق مکفی سراغ نداری. نه آقا. چرا نداری قربون اون قد و بالات برم؟ خجالت کار کردن که خجالت کشیدن نداره. من میخوام نوکری شما رو قبول کنم، ما چند بمیدیم. این چه حقوق؟ نمایش ظالم بلا اونقدر موفقیت آمیز بود که خیلی زود اسمش سر زبونا افتاد و دوره پرکاری براش شروع شد و به قول معروف کارش حسابی سکه شد. زهوری از اواخر دهه 30 کار دوبله و نمایشنامه‌های رادیویی رو هم انجام میداد. بعد از روی پرده اومدن فیلم گنج قارون سیامک یاسمی تقی یک کاراکتر و نقش شناخته شده و محبوب از نظر مردم پیدا کرد. کاراکتر حسن جغجغه.
آی جب جبه و وای جب جبه آی جب جبه و وای جب جبه همش تو داود و جب جبه آی جب. و همین کاراکتر حسن جقجقه کاراکتر تثبیت شدهش توی سینما شد و بعد از اون هرگز از اون قالب بیرون نیامد و تو همه فیلم ها همون کاراکتر رو ارائه میداد. زهوری در دوره فعالیت هنریش تو حدود 90 فیلم فارسی ایفای نقش کرد و میشه گفت که یکی از پرکارترین هنرپیشه‌های زمان خودش بود. از بین معروفترین فیلماش میتونیم به گنج قارون، موطلایی شهر ما، جهان پهلوان، دالاهو و معجزه اشاره کنیم. به خاطر کاراکتری که از نقش‌های زهوری تو ذهن مردم شکل گرفته بود، متاسفانه مردم بیرون از سینما هم اونو تو قالب همون شخصیتی میدیدن که تو فیلماش دیده بودن و همین باعث میشد که وقتی اونو تو کوچه و خیابون میدیدن باعث اذیت و آزارش بشن و این اتفاق زمانی بدتر میشد که اون همراه همسرش که زنی ساده و بیالایش بود بین مردم حاضر میشد. شاید همین اتفاقات باعث شد که هنرمند محبوب و معروفی مثل تقی زهوری تو اوج شهرت از بازیگری خداحافظی کنه. این کمدین معروف سینما در پاییز سال 1349 یادداشتی توی مطبوعات منتشر کرد و با خداحافظیش از سینما همه رو غافلگیر کرد. نه تنها مردم بلکه دوستانش مثل فردین، فروزان و سیامک یاسمی هم از این خبر شوکه شدن و خیلی تلاش کردند که اون رو از تصمیمش منصرف کنن. ولی زهوری که انگار از دنیای هنر سرخورده شده بود روی تصمیمش موند و دیگه هیچ وقت جلوی دوربین نرفت. زهوری بعد از انتشار این اطلاعیه به زیارت خونه خدا رفت و بعد از برگشتن از مکه از طرف سندیکای هنرمندان بهش پیشنهاد شد تا به عنوان مشاور عالی سندیکا فعالیت کنه که زهوری این پیشنهاد رو قبول کرد. ایشون در مصاحبه‌ای با مجله ستاره سینما تو سال 54 درباره علت کنارگیریش از دنیای هنر گفته: شب 17 مهر ماه سال 49 در زندگی من یه شب فراموش نشدنی شد، چرا که بعد از 35 سال فعالیت شبانه روزی و خون دل خوردن‌های بیشمار تصمیم گرفتم تمام گذشتم رو به دست فراموشی بسپارم و از سینما کنارگیری کنم. مدت‌ها بود که به این فکر میکردم چون دیگه موهام سفید شده بود و صورتم چین و چروک داشت و گذر زمان توی اون دیده میشد. اون شب به یاد شب عقد کنانم افتادم که خانواده همسرم با فعالیت‌های هنری من مخالف بودن. فکر کردم به خاطر اینکه در طول سالهای کارم به اندازه کافی کنار همسرم نبودم باید احساس گناه کنم و کار رو کنار بذارم. تمام وجودم میلرزید و اشک میریختم. به آلبوم عکسامون نگاه کردم، عکسایی که منو به رویاهای دور فرو برد. آلبومو بستم و با گذشتم وداع کردم. تقی زهوری در 9 اسفند سال 1370 و زمانی که 79 سال سن داشت از بین ما پر کشید و در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.